کرونای انگلیسی که از اوایل بهمن ماه سال گذشته در خوزستان شروع پیدا کرد، همچنان با سرعت بالایی قربانی می‌گیرد. استانی که تنها 5% جمعیت کشور را شامل می‌شود، 9% آمار فوتی‌های ناشی از ویروس مرگبار کرونا را به خود اختصاص داده است. عدم توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم و برخورد نشدن با فعالیت مشاغل غیر ضروری باعث شده که وضعیت قرمز کرونایی قریب به 3 ماه در این استان ادامه داشته باشد و همچنان هیچ نشانه ای از کاهش روند ابتلا به بیماری در شهرهای استان دیده نمی شود. در شهرهای دزفول، اندیمشک، شوشتر، بهبهان و شوش بیشترین میزان ابتلا به بیماری وجود دارد. به گفته مسئولان استانی، در حال حاضر 16 شهرستان خوزستان در وضعیت قرمز و 8 شهرستان نارنجی هستند. این در حالی است که مردم هنوز بدون توجه به قواعد فاصله گذاری در معابر و مراکز مختلف تردد و تجمع میکنند. فقط به صنف کاسبا مربوط نمیشه این قضیه. مشاغل دولتی هم باید تعطیل کنن. وقتی که کاسبا تعطیل بشه، باید بانک‌ها تعطیل بشه، ادارات تعطیل بشه، چون کرونا فقط تو بازار نیستش، تو اداره هم هستش. بحثمون اینجاست که این قرنطینه از اصول با توجه به این قرنطینه که اعلام میکنن اشتباهه. چون فقط یه تعدادی از مردم رو، مغازه‌دارا رو و مجتمع‌ها رو تعطیل میکنن. همه شهر قرنطینه نمیشه. بالای 300 تا شغل رو باز اعلام میکنن که مراجعه خیلی زیادی دارن. فقط یه تعدادی این وسط ضرر میکنن و این اشتباهه. یعنی اون نیتی که برای قرنطینه اعلام میکنن صورت نمیگیره. برای اینکه همه شهر که تعطیل نیست، به خاطر اینکه همه تعطیل باشن، آره ما هم تعطیل میکنیم، ولی وقتی تعطیل نیستن ما مجبوریم بالاخره نون بخوریم، چه میدونم خانوادهمون رو نگه داریم، چکامون پاس بشه، کرایه مغازه رو بدیم. خب اینا همه هست، پس از کجا بیاریم؟ مجبوریم پس ما هم باز کنیم. خب این دولت باید خودش یه ساماندهی بده که مثلا همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تعطیل بکنن، که آره ما هم تعطیل بکنیم. ولی وقتی نیمه باز باشه، خب یکی میاد یکی نمیاد، پس منم میام سر کارم. آقا بیان یه پولی به من بدین، من ماسکم هم میزنم میشینم تو خونم. من راننده تاکسی ام، فوق لیسانس نقشه کشی معماری ام، ولی یه راننده تاکسی ام. اگه احیانا من یه روز کار نکنم، به خدا خانواده‌ام از گرسنگی میمیرن. اینو من باید به کی بگم؟ من به عنوان مغازه دار 6 نفر 7 نفر دارن کار میکنن. الان من خودم زنگ زدم تهران با خواهش التماس، آقا چک داره برگه میخوره، نذارید رو حساب که امتیاز بانک ما خراب نشه. الان پشت سر خودت همین خانم تصویرش هم بگیرید، این خانم داره رد میشه، نه ماسک نه چیز. گناه من مغازه‌دار چی که باید تعطیل باشم؟ نه بذارید بفهم بارا شده، من حرفم شده با مردم. نمونهش بازی فولاد بوده، تیم برده اونجا جشن گرفتن و شادی، نزدیک 600 700 نفر تو هم دیگه فیلمش هم هست. الان هم آقا ماسکش هم نزده. واقعا مسئولین بیان، ما بازاریا میریم باشه به اتفاق دور میخونیم، ببینیم مشکل این کرونا ما بازاریا هستیم یا مردمی هستن که فرهنگشون متاسفانه میاد پایین، حاضر به زدن جدی ماسک نیستن. اگه سر بازاریا تعطیل باشن برای ما هم میبندیم، ولی وقتی همه باز میکنن ما براش ما مجبوریم باز کنیم. واسه کارگرا و این دست فروشا و این مغازه دارایی که 2 هفته و 1 ماه باید تعطیل کنن، هزینه و امرار معاش زندگیشون باید چطوری تامین بشه؟ من از اگر 1 ماه مغازه‌مو تعطیل کنم بشینم تو خونه، با چه درآمدی؟